بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و در روز 19 ماه مارچ 2014 که برابر است با 28 اسفند ماه و یا در ایران وقتی شما برنامه رو نگاه میکنیم 29 اسفند ماه، یعنی روز پایانی سال 1392، برنامه چالش را به شما پیشکش میکنم. پیش از آنکه به هر موضوع سیاسی دیگری بپردازیم و برویم و با مهمان برنامه گفتگوی خود را در مورد مسئله پیش آمده در مورد اوکراین سر بگیریم، اجازه بدهید 2 دقیقه به شادی و نشاط مردم ایران در چهارشنبه سوری، به رغم اینکه جمهوری اسلامی همواره گفته است که این روز شیطان است، شیطان پرستی است، برگزار نکنین، مردم در نکوداشت آیین‌های خودشون، در پاسداشت آیین‌های فرهنگیشون همواره کوشش کردند. 2 دقیقه به این جشن مردم در چهارشنبه سوری نگاه میکنیم تا بتوانیم در این فرصت برقرار کنیم ارتباط خودمون رو با آقای دکتر رضا تقی‌زاده و در مورد مسئله اوکراین گفتگو کنیم. نگاه میکنیم. خب هر چقدر بخوام من این شادی رو پخش کنم طولانی خواهد شد. بسیار از این کلیپ های بسیار زیباد بر روی یوتیوب جوانان ایرانی فرستادن، به این ترتیب کوشش و زحمتشون برای خود شما بروید و لذت ببرید از اینکه مردم ایران از فرصت های به دست آمده برای شادی و برای پاسداشت آیین هاشون بهره میگیرن. اجازه بدین که همراه با شما درودی داشته باشم به آقای دکتر رضا تقی‌زاده در بریتانیا. آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، درود بر شما و سپاس از پذیرش دعوت در هنگامی که میدونم که در عازم جایی هستین و به این ترتیب این فرصت رو دادین که در خدمتتون باشیم. سلام به شما آقای گوهرزاد، سلام به بینندگان خوب شما و خوشحال از حضور در برنامه شما. جناب تقی‌زاده، پیشاپیش نوروز رو به شما شاد باش بگم، پیش از آن که وقت برنامه وقتی به فراموشی برسه و آدمی مثل کهنسالی مثل من یادش بره، دچار گرفتاری نشم از سوی خودم که به شما شاد باش نگفتم. خیلی متشکر، شما از قبیله کهنسالان نیستید. من هم متقابلا به شما تبریک سال نو میگم با امید روزهای بهتر در سال تازه برای همه ملت ایران. خب جناب تقی‌زاده، در از روز یکشنبه که موضوع اوکراین و این رفراندوم دو پرسشی که ما رو بیشتر به یاد پرسش‌های جمهوری اسلامی در سال 58 انداخت که جمهوری اسلامی آری یا نه، دو پرسشی مطرح شده بود که چندان هم مردم کریمه راهی به این سوی و اون سویش فرق زیادی نمی‌کرد، فقط از نظر مقررات تفاوت می‌کرد. رفتن به این سو و رأی دادن. آقای پوتین هم در روز گذشته در برابر دوربین‌ها قرار گرفت و در پارلمان قرار گرفت و تمام کارهای رسمی پیوستن کریمه برای روسیه رو هموار کرد. میخواستم ببینم که شرایط رو شما هم اکنون چگونه میبینید؟ حق با شماست. پوتین گام‌های نهایی رو برای الحاق کریمه به روسیه برداشته و به نظر میرسه که این الحاق شکل قطعی پیدا میکنه. البته از نظر روسیه، مردم اوکراین، دولت اوکراین همچنان مخالفت‌های خودشون رو نسبت به این تصمیم ابراز میکنن. جامعه اروپا و دولت‌های غربی آمریکا و همینطور کشورهای آسیایی نه تنها ابراز مخالفت کردن نسبت به این تصمیم روسیه، گام‌هایی هم در جهت مخالفت با این تصمیم برداشتن، من جمله ژاپن
از جمله کشورهایی است که همگام با کشورهای عضو جامعه اروپا همگام با آمریکا تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرده، ولی اعمال این تحریم‌ها به نظر نمی‌رسه در تصمیم نهایی روسیه برای الحاق قطعی کریمه به خاک روسیه تأثیری بگذاره. اجازه به فقیزاده عزیز، آقای پوتین به نظر میاد خیلی با برنامه حساب شده و تیزهوشی عمل کرده، یعنی طوری عمل کرده که خب مردم میرن، میدونست که مردم میرن رأی میدن و پس از اون رأی بر اساس قوانینی که روسیه امروز داره میتونه به عنوان یکی از بخشای فدراسیون روسیه در دولت فدرال روسیه کریمه بهش بپیونده. این راهی بود که خب آقای پوتین پی گرفت، ولی به تحریم‌های غرب و حتی آسیا شما اشاره فرمودین، تحریم‌های غرب در حال حاضر به شکلی که داره پیش میره بیش از اون که فشار رو بخواد به روسیه و آقای پوتین بذاره بیشتر حالت نمادین داره. تا چه اندازه میتواند وارد تحریم‌های جدی‌تر بشه؟ یعنی تحریمی که نام اعضا و اموالشون اعلام شده روسیه رو با مسئله اقتصادی به اون شکل ممکن است روبرو نکنه تا زمانی که کشورهای اروپا به ویژه آلمان ایستادگی بکنه در مورد واردات و صادراتش. هم با شماست. تحریم‌هایی که اروپایی‌ها و آمریکا و همینطور کشورهای آسیایی علیه روسیه اعمال کردن در کوتاه مدت حتی در میان مدت تأثیر زیادی به وضع موجود مردم روسیه نخواهد داشت، بنابراین نمیتونه تأثیر گذار باشه به تصمیم گیری های سیاسی دولت مردان کرملین. بیشتر شبیه تحریم هایی است که در سال 2006 تا سال 2012 شورای امنیت علیه ایران اعمال کرد و بدون تردید کمترین تأثیری در تصمیم گیری های سیاسی جمهوری اسلامی، مثلا رفتن به سمت برنامه های اتمی متنوع، نگذاشت. روسیه هم در همین وضعیته، حال اینکه اینجا مسئله پیوستن کریمه برای مردم روسیه یک مقدار اهمیت ملی بیشتر داره، بیشتر با اقبال مردم رو بروست تا اون چیزی که ما در ایران در ارتباط با برنامه اتمی شاهد بودیم که مردم کمترین اطلاعی از اون نداشتن، کمترین باهایی هم شاید در اون سالها به این تصمیم جمهوری اسلامی نمیدادن. این وضعیت همونطور که اشاره شد شاید به نوعی باعث تحکیم افکار عمومی روسیه در جهت مثبت این تصمیم و حمایت از پوتین داشته، به نوعی است که پوتین رو تبدیل کرده به یک چهره تاریخ ساز و در مورد حمایت از او نه تنها چپهای افراطی که راستهای افراطی و میانه روها هم از این تصمیم پشتیبانی کردن، یعنی نقطه تلاقی شده بین افکار چپ و راست و تا حدودی میانه روسیه برای حمایت از این تصمیم پوتین. ولی در میان مدت بدون شک اقتصاد روسیه هزینه سنگینی رو برای اتخاذ این تصمیم ناگزیر از پرداخت خواهد بود. بله، در همین هفته گذشته 10% سهام کمپانی‌های نفت و گاز روسیه خود به خود در بازار سهام سقوط کرد و این میتونه بسیار از نظر عدد و رقم برای روسیه دشواری باشه. آقای پوتین در سخنی که روز گذشته داشتن به تاتارها و روس زبانها و روس تبارها و اوکراینی هایی که زبان روسی ندارن اشاره کرد، گفت حقوق همشون به رسمیت شناخته میشه. البته این یک حرف رسمی بود، ولی از سوی دیگر کشورهای خرد و ریزی که از اتحاد جماهیر شوروی پیشین جدا شدند در حراس هستند که اونهایی که همسایه هستند با روسیه امروز اگر روسیه بخواهد به اونها هم دست اندازی کند به هر بهانه‌ای، مسئله فرهنگی، مسئله پایگاه نظامی، خود به خود این اگر بخواد پیش بره تمامیت ارضی بسیاری از اونها رو به خطر می‌ندازه. من می‌دیدم که لیتوانی اظهار نگرانی کرده و دیگر کشور. می‌خواستم ببینم نظر شما چی است در این زمینه. خوبه در این مورد یک ارزیابی منطقی تر از بضاعت‌های روسیه داشته باشیم. روسیه امروز اتحاد جماهیر شوروی ابتدای دهه 90 و انتهای دهه 80 نیست. حتی در زمانی که روسیه بعد از به روی کار آمدن آقای یلتسین نیت داشت یک مانور 10,000 نفره در آبهای خلیج فارس برگزار بکنه، با اشکالات لوجستیکی روبرو بود و همینطور وقتی با مسئله مخالفت‌های مردم چچن و آزادی‌خواهی‌های مسلمانان این جمهوری اتحاد شوروی روبرو شد، برای سرکوب کردن این اعتراض‌ها با مشکل روبرو بود. حتی لشکرکشی روسیه به کشور کوچک گرجستان که بیش از 7 یا 6 7 سال پیش صورت گرفت با دشواری‌های لوجستیکی روبرو بود. روسیه دارای بضاعتی نیست که حتی اگر
اوکراین با همین امکانات محدودش تصمیم به مقاومت نظامی بگیره، به خودش بتونه اجازه بده به مرزهای شرقی اوکراین با همون راحتی وارد بشه که حالا در مورد کریمه به اصطلاح عمل کرده. روسیه میتونه شعارهایی بده که باعث نگرانی شده در جمهوری های سابق اتحاد شوروی، ولی در عمل من تصور نمی کنم حتی روسیه آمادگی داخل شدن در مرزهای شرقی اوکراین رو داشته باشه. ضمن اینکه از هم باز کردن این امکانات، گسترده تر کردن امکانات نسبت به بضاعتی که داره، میتونه مسئله روسیه رو در داخل هم با مشکلات امنیتی رو برو بکنه. برای آقای پوتین این سوال منطقی باید باشه. شما که به رأی پارلمان محلی کریمه بها دادید و اون رو عامل پیوستن کریمه به جمهوری های روسیه تلقی کردید، آیا آماده هستید در صورت رأی گیری مثلا در جمهوری چچن رأی به استقلال چچن از روسیه بدید؟ روسیه دارای 82 جمهوری است که روسیه یکی از اونهاست و این جمهوری های خودمختار که به نوعی شکل ایالت های روسیه رو دارن و در مجموع بخشی از اتحاد شوروی سابق بودن، تعداد زیادیشون به خصوص جمهوری هایی که دارای جمعیت اکثریت مسلمان هستند و در منطقه قفقاز قرار دارن، این تمایلات درشون جدی است و روسیه نسبت به این موضوع دارای حساسیت امنیتی است. اجاب تقیی زده، در روز گذشته رئیس پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بار دیگر ایشون هم آمد و در یک گفتگوی رادیو تلویزیونی و بیشتر خبری به مسئله درخواست کشورهایی که عضو ناتو هستند و امنیت اونها، به ویژه میدونیم که لهستان و بسیار نگران هست، حالا چرا این تا چه اندازه نگری این لهستان جدی هست مسئله است جدا، ولی پاسخ داد که ما مواظب هستیم. آقای بایدن هم دیروز به این مسئله اشاره کردن، آقای اوباما هم خود به خود اشاره کرد. تا آیا اصلا پای ناتو به میان کشیده خواهد شد؟ یعنی این خطر و حراس وجود داره برای اون کشورهایی که پای ناتو به میان کشیده خواهد شد؟ من به شدت تردید دارم که ناتو مایل و یا آماده رویاروی نظامی با روسیه باشه. سیاست خارجی آمریکا بعد از سقوط اتحاد شوروی و از میان رفتن دنیای دو قطبی بر این بود که روسیه رو و کشورهای شرق آسیا، اروپا و اروپای مرکزی رو تدریجا به جامعه اروپا بپیونده و یک جامعه متحد همگن از مجموعه اینها درست بشه. این تمایل زمانی که آقای یلسین رئیس دولت بود در روسیه وجود داشت، ولی با روی کار آمدن پوتین و تمایلاتی که آقای پوتین برای تجدید امپراتوری اتحاد شوروی سابق داشت به نوعی تغییر کرد. ولی سیاست خارجی آمریکا هنوز در ارتباط با روسیه تغییر جدی نکرده، هنوز مایل روسیه به عنوان یک عضو مسئول جامعه جهانی، یک عضو گروه 8 و یک عضو همکار آمریکا در حل معضلات بین المللی شناخته بشه و عمل بکنه. اونها نمیخوان حتی روسیه رو منزوی بکنن. ولی اتفاقاتی که به سرعت در اوکراین افتاد و شاید 3 ماه قبل قابل پیش بینی نبود، این وضعیت رو تغییر اصولی داده. من تردید دارم که ناتو بخواد یا آماده باشه با روسیه مقابله نظامی بکنه، ولی به هر حال تصمیم گیری های باثبات‌تر سیاسی میتونه شاید از روی شکل گرفتن این وضعیت پیشگیری بکنه. اگر در آمریکا رئیس جمهور مقتدرتری بود یا سیاست خارجی چالشی تری رو اتخاذ میکرد، چیزی که در زمان آقای بوش دیدیم، شاید واقعی اوکراین به صورت فعلی به هیچ وجه شکل نمیگرفت. ولی نگرانی های کشورهای دیگر اروپای شرقی دارن به نوعی شاید بزرگ نمایی میشه، ولی آمریکا برای پاسخ دادن به این نگرانی ها و نمایش قرار دادن خودش در کنار اونها اقداماتی کرده، من جمله فرستادن چند فروند هواپیمای جنگنده نظامی به لهستان و همینطور اعلام پشتیبانی از جمهوری های کوچک بالکان که دارای جمعیت قابل ملاحظه روسی زبان یا روسی تبار هستند. اجاب تقیی زده، گرچه آقای اوباما روز یک شنبه به سوی اروپا حرکت میکنن که خواهند آمد به لاهه و سپس به در بروکسل خواهند بود و بعد به روم میرن و سرانجام به ریاض میرن،
و به ظاهر به نظر میرسه که خب سفرشون برای دیدار و گفتگو با کشورهای این بار G7 خواهد بود، ولی من با توجه به اینکه برنامه سفر رو میدونم که از 2 ماه پیش تعیین شده بود، که به خودم هم یک کردیت بدم، قرار بود در این سفر باشم ولی به سبب مسائل مختلف نخواهم توانست برم. این سفر از 2 ماه پیش فراهم شده بوده، ولی مفهومش این نیست که به شرایط امروز ناگزیرن دیدار بکنن در لاهه و بروکسل، ولی آقای اوباما میرن که گفتگوها رو، به هر حال موضوع گفتگوها تغییر خواهد کرد. چقدر فکر میکنین که این گفتگوها بتونه راه حل و یا نقشه جدیدی رو در رویارویی با مسئله آقای پوتین شروع بذاره؟ فکر میکنم اروپا با آمریکا خودشون رو برای شکل دادن به وضعیت بعد از پیوستن کریمه به روسیه آماده میکنن. شاید در میان مدت به نوعی مسئله الحاق کریمه به روسیه به جامعه اروپا هم کمک بکنه. البته دست روسیه رو شاید در منطقه به نوعی در کوتاه مدت تقویت میکنه، ولی به نوعی یک کشور بزرگ نظیر اوکراین رو که پیشتر میتونست یک عامل حائل و متعادل بین خواسته های روسیه و تمایلات و گرایش های اروپای غربی باشه، بیشتر به سمت غرب سوقش بده. شاید اوکراین میتونست در زمانی نقش ایفا بکنه که فنلاند در وضعیت فعلی داره نه به روسیه چسبیده و نه به اروپای غربی، ولی به عنوان یک کشور میانه با هر دو در ارتباط معقول و متعادله. ولی حالا با وضعیتی که الان اوکراین پیدا کرده در نتیجه الحاق یا تلاش برای الحاق کریمه به روسیه، پیوستن اوکراین به جامعه اروپا سرعت بیشتری خواهد گرفت. فردا قرار است سندی در جامعه اروپا تنظیم بشه و امضا بشه و این همکاری‌های اقتصادی شکل ابتداییش رو پیدا بکنه و تدریجا اوکراین در مسیری قرار بگیره که مقصد نهاییش پیوستن به جامعه اروپا است. پیوستن اوکراین یک کشوری با جمعیت چند ده میلیونی به جامعه اروپا، جامعه اروپا رو تقویت خواهد کرد و صف جامعه اروپا در مقابل با روسیه رو قوی‌تر از اون چیزی می‌کنه که روسیه در سال‌های اخیر انتظار داشت. انتظار داشت با همراهی اوکراین بتونه دست مقتدرتری در تحولات منطقه ایفا بکنه. ضمن اینکه شما هم اشاره کردید به درستی، زیان‌های اقتصادی در میان مدت خواهد دید، رشد اقتصادیش کاهش پیدا خواهد کرد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی روانه روسیه نخواهند شد، ارزش سهام شرکت‌های بزرگ روسی کاهش پیدا می‌کنه، بخصوص در زمینه نفت و گاز، و در زمینه مبادلات تجاری با جامعه اروپا هم روسیه همین مشکلات رو خواهد داشت. علاوه بر این یک کشور بزرگ رو از همراهی خودش از دست میده و اوکراین بیش از پیش به جامعه اروپا و اروپای غربی نزدیکتر خواهد شد. آیه دکتر تقی‌زاده، یک سوال کوچک دیگر، گرچه فقط یک گمانه زنی است برای سوال پایانی. کارشناسان نفتی میگن نفت و گاز اگر روسیه ایستادگی بکنه و نفت و گازی رو که به اروپا میده با توجه به این تحریم ها اگر بره به مرحله اقتصادی و نفت و گاز برسه، اونها هم نفت و گازشون رو به سوی اروپا ببندن، ایران با توجه به شرایطی که داره پیدا میکنه و با کشورهای اروپایی داره وارد گفتگو و معاملات بیشتر میشه، نزدیکترین و آسانترین شانس است برای رساندن نفت و گاز به کشورهای اروپایی. میخواستم ببینم این گمانه زنی تا چه اندازه رویایی است و تا چه اندازه میتونه واقعی باشه. در کوتاه مدت همونطور که شما گفتید یک گمانه زنی رویایی است، نه عملگرایانه، ولی اگر ظرفیت ها، زمینه ها از پیش فراهم می شد، ایران به راحتی قادر بود نقش رقیب روسیه در بازار نفت و گاز اروپا رو ایفا بکنه. ضمن داشتن بزرگترین ذخیره گاز، ایران حالا میتونه در صورت بهره برداری درست از امکانات نفتیش ظرفیت اضافی صادرات هم داشته باشه. ولی پالایشگاه ها معمولا خودشون رو با نفت خاصی تطبیق میدن و تغییر وضعیتشون به ماها زمان نیاز داره. در مورد گاز، ایران همین حالا برای مصرف داخلیش دچار مشکله، چه رسد افزایش ظرفیت برای صادرات. ضمن اینکه برای افزایش صادرات بایستی لوله کشی هم برای انتقال گاز ایران به اروپای غربی یا اروپای شرقی و اروپای مرکزی صورت بگیره و این امکانات هم در وضعیت فعلی نیست. لوله نابوکو هنوز عملیاتی نشده. ظرفیت انتقال گاز از لوله‌ای که از ایران استفاده میکنه برای صدور گاز به ترکیه ظرفیت محدودی است. بین الملل تبدیل شدن به رقیب روسیه برای انتقال انرژی به اروپا از طریق ایران در کوتاه مدت یک گمانه‌زنی رویایی است، ولی در صورتی که امروز اقدام بشه برای
ایفای این نقش در آینده در فاصله 2 یا 3 سال آینده این کار میتونه شکل عملی به خودش بگیره. از شما سپاسگزارم و بهتون وقت بخیر میگم. بار دیگر نوروز رو به شما شاد باش میگم، به امید سالهای بهتر برای همه، به ویژه آزادی و بهروزی برای مردم ایران همراه با شما آرزو میکنم. با تبریک پیشنگام سال نو به شما و به مردم ایران و با تکرار آرزوی آزادی برای همه. روزگارتون خوش. خب بینندگان گرامی، ایزه بدین این بخش از برنامه رو با دیدن گزارشی در مورد اوکراین به پایان ببریم و بعد از پایان این گزارش میرویم به پیام‌های بازرگانی و باز میگردیم و بخش دوم برنامه رو پی میگیریم. در تازه ترین گزارش احمد شهید، به افزایش 165% شمار اعدام در سال گذشته، نقض حقوق اساسی زنان، کنشگران مدنی، اقلیت‌های مذهبی و تداوم بازداشت‌های خودسرانه اشاره شده است. در گزارش احمد شهید آمده است که تا تاریخ 3 ژانویه 2014 دست کم 307 تن از اقلیت‌های دینی در زندان به سر می‌بردند که 136 بهائی، 19 درویش، 90 سنی، 50 مسیحی و 2 زرتشتی در میانشان وجود دارند. این گزارش از اعدام 16 زندانی بلوچ به تلافی کشته شدن 14 مرزبان و محکومیت 5 زندانی عرب به اعدام نیز یاد کرده است. احمد شهید میگوید مستندات گزارش تازه خود را بر اساس گفته‌های 72 تن کنشگر ایرانی مقیم اروپا و 61 فعال مدنی داخل ایران یا ترکیه استوار کرده است. پیش از احمد شهید، دبیر کل سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در ایران و افزایش اعدام‌ها در دولت روحانی انتقاد کرده و گفته بود رسانه‌های ایران، اعم از چاپی و اینترنتی، همچنان با محدودیت و در مواردی با توقیف مواجه هستند و افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده مخالف حکومت بازداشت و محاکمه می‌شوند. سخنان بانکیمون با موجی از واکنش‌های اعتراضی مقام‌های ایرانی روبرو شد، از جمله علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل علی خامنه‌ای او را عامل آمریکا و ناتوان‌ترین دبیر کل سازمان ملل نامید. علی لاریجانی نیز گفت گزارش بانکیمون از سیا و موساد گرفته شده است. احمد شهید اجازه ورود به ایران را ندارد و گزارش تازه وی از جمله بر پایه مصاحبه با ده‌ها تن از کنشگران داخل و خارج ایران و دریافت مکتوبات و مستندات تنظیم شده است. او قرار است روز دوشنبه 26 اسفند ماه سال جاری درباره گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سخنرانی کند. باز می شود بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد. هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. حق انتخاب، آمیزه از روح عرفانی، خودشناسی، عشق، آرامش و آزادی. کتابی پیشکش به جویندگان حقیقت
نوشته آلن پیر. تلفن سفارش در کالیفرنیا 951-687-4400 و در دیگر کشورها 206-227-8179. این کتاب را همچنین می توانید در فروشگاه های ایرانی و یا amazon.com تهیه فرمایید. پاسارگاد پرودکشنز با افتخار تقدیم می کند. پس از سالها انتظار، احمد رضا نبی‌زاده با عاشقانه های خاطر انگیز و تازه به صحنه موسیقی باز می گردد. شنبه 12 آپریل لایو این کنسرت با احمد رضا نبی‌زاده به همراه ارکستری 24 نفره بهترین نوازندگان بین المللی سبن تیاتر لس آنجلس. آغوش تو هستم بغلم کن، از عطر بر و روی تو مستم بغلم کن. با تازه ترین اثر خود آلبوم ساعت 5. آره عاشق شدم عاشق. در جایگاه بزرگان موسیقی جهان سبان تیتر، پیام آور عشق و امید احمد رضا نبی‌زاده. دل قوی دار که صبح و سحری هست هنوز. احمد رضا نبی‌زاده، شنبه 12 آپریل، سبن تیاتر. تهیه بلیت در تیکت مستر و کلیه مراکز ایرانی. اطلاعات بیشتر با 08 ایرانیان، وبسایت پاسارگاد، تلفن تماس 949-491-4514. پخش پیام‌های بازرگانی خود در شبکه اندیشه با شماره 818-734-7100 و یا با سایت www.andishe.tv تماس بگیرید. خب بینندگان گرامی، پس از پیام‌ها بازگشتیم به استودیو و اجازه بدهید که این بار برویم به ژنو و گفتگو داشته باشم با خانم پرستو فاطمی. همون گونه که در برنامه چالش همواره از 3 هفته گذشته تا کنون شاهد این گفتگوهای ما به ویژه در روزهای چهارشنبه با دوستانی که در ژنو هستن، از آقای دکتر نایب هاشم، خانم جعفری، خانم آینده آزاد و امروز هم خانم پرستو فاطمی رو داریم و در مورد اون چه که در روز گذشته پیش رفت و در ژنو در جریان خواهند گذاشت ما رو و بیشتر ما رو آگاه خواهند کرد. آقای احمد شهید سخنرانیشون رو و ارائه دادن، گزارششون رو ارائه دادن، گزارششون رو بازتاب بسیار خوبی داشته و میپرسیم حالا با خانم فاطمی در اونجا چه. درود بر شما خانم پرستو فاطمی عزیز و سپاسگزار از پذیرش دعوت. سلام، سپاسگزارم از شما، مرسی از زمانی که در اختیار ما قرار دادین. من از شما سپاسگزارم که با تمام این کوشش‌ها و وقتی که در اونجا برای مسائل حقوق بشر می‌گذارین، همتون به شکل داوطلبانه و به این ترتیب زمانی رو می‌گذارین و همه باید سپاسگزار باشن. ما تنها راهی که داریم این است که سخن شما رو و کوشش شما رو به مردم ایران برسونیم که در زمینه حقوق بشر چه می‌گذارین. خب اگر ممکنه یک اشاره‌ای داشته باشین نخست به اینکه می‌دونم که جایزه حقوق بشر در روز گذشته انجام شده و در مورد این مسئله صحبت کنیم، چه کسایی بهشون این جایزه داده شد و سپس برویم سر نظر آقای احمد شهید تا اینکه بازتاب اون رو ببینیم. بله، دیروز در تاریخ 18 مارس 2014 در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در اولین سال جوایز رهای سودبین برنده این جایزه معرفی شدند. این مراسم با حضور 2 تن از هیئت جوری، آقای آرون رودس و خانم کارولینا یانوفسکی بود و همچنین ویدئویی از خانم شیرین عبادی داشتیم که رئیس هیئت جوری بودن ولی متاسفانه خودشون نتونستن در مراسم حضور داشته باشن. 6 برنده جایزه رها خانم پروین ذبیحی بودن، آقای رضای شهابی، خانم ژیلا کرمزاده مکوندی، آقای رسول بوداغی، خانم نسیم سلطان بیگی و آقای مجید توکلی. هر یک از برندگان جایزه از توسط نمایندگان خودشون معرفی شدن
لوح تقدیر رو دریافت کردند. در تکمیل مراسم که خارج از سازمان ملل برگزار شد، سالونی رو در شهر ژنو تدارک دیدیم و جشن کوچکی از طرف سودوین برگزار شد و تندیس‌های رها که توسط هنرمند ایرانی مقیم وین، آقای بهروز حشمت تهیه شده بود، به برندگان جایزه اهدا شد. در صبح دیروز در تکمیل مراسم با دعوت از آقای احمد شهید و ایشون پذیرفتن و در مراسم رویداد موازی حضور پیدا کردن و گفتگوی یک ساعته با ایشون داشتیم که ایشون گزارشگر ویژه ایران هستن و حضار در جلسه سخنان خودشون رو با پرسش و پاسخهایی با ایشون در میون گذاشتن و ایشون هم به پرسش ها پاسخ دادن و در شروع صحبت هاشون سعی کردن تشریح کاملتری داشته باشن نسبت به گزارشی که به صحن شورا ارائه داده بودن. خانم فاطمی، قبل از اینکه در مورد گزارش و سخن آقای احمد شهید نظرتون رو بگید، من فقط یه پرسش کوتاه داشتم در اینجا. دوستانی رو که دریافت این جایزه رو بهشون دادیم و جایزه رو گرفتن در زمینه حقوق بشر، در زمینه‌ها و طبقه‌های متفاوت در نظر کوششی بودن. میتونین بگین که شیوه انتخاب چی بوده؟ چگونه است؟ مثلا یکی از دوستان از کوششگران کارگر هست و یکی از کوششگران مثلا زنان هست. چجوری این انتخاب رو داشتین؟ انتخاب ما این انتخاب ماها زمان برده و از طرف هیئت جوری انجام شد و یک مقدار طبق همون شعاری که پروژه همه حقوق بشر برای همه در ایران داشت، سعی کرد که یک گستردگی در انواع فعالیت ها و انواع حوزه های حقوق بشری داشته باشه و این انتخاب بیشتر با ریاست هیئت جوری بود و من تنها توضیحی که میتونم بدم، تمامی این عزیزان فعالیت هایی در حوزه های مختلف از حوزه کارگری داشتن، دانشجویی و و و بله. دلیلی که بله به این اشاره کردم برای این هستش که خیلی این گستردگیش خیلی زیباست، تا اون برای اینکه فقط به یک بخش یا به یک طبقه یا یک گروه فعال داده نشده و تقسیم بندی از دانشجویی گرفته کارگری زنان همه در برگیرنده همه گروه بود. خب آقای احمد شهید آمدن به پرسش های شما پاسخ دادن، پرسش های کسانی که در برنامه شرکت کرده بودن. خود آقای احمد شهید گزارششون مفصل است، میدانم که چه گذشته. میخواستم در مورد پرسش هایی که مطرح شد اگر ممکنه اشاره کنید، چه پرسشی به طور مشخص در اونجا مطرح شد؟ خب پرسش هایی که بود، دوستان سوال هایی داشتن و نظرشون بر این بود که هنوز این گزارش به اندازه کافی کامل نیست و خیلی از حوزه ها هست که هنوز بهش کاملا اشاره نشده. دوستانی که در ارتباط مستقیم با آقای احمد شهید بودن و مطالب خودشون و گزارشاتشون رو ارسال کرده بودن، سوال هایی داشتن که چرا این مطالب هنوز در گزارش ارائه نشده، ولی خب ایشون هم با توجه به مواردی که اشاره کردن و زمان بندی ها توضیحاتی رو در جواب داشتن. به خصوص سوالی به ویژه از طرف آقای کاوه کرمانشاهی مطرح شد در حوزه LGBT که چرا هنوز به این حوزه به صورت خیلی مشخص بررسی نشده و بازم هم توی این گزارش نیومده، همونطور که خود جمهوری اسلامی سعی میکنه اینها رو مخفی کنه و بهشون توجه نداشته باشه، چرا باز هم در گزارش آقای شهید نبود. حوزه های مختلف بود، از دوستان کردی که اینجا تشریف داشتن و سوال کردن در رابطه با گزارش ها و ایشون خب تمام تلاششون رو کردن که با توجه به اولویت هایی که بود و گستردگی که میتونستن تمام حوزه ها داشته باشن، گزارش خودشون رو ارائه بدن و خب ایشون هم جواب های خودشون رو به حضار دادن. سوال ها در حوزه های مختلف بود و درخواست تمام حضار بیشتر بر این اساس بود که تاکید بشه ایشون بتونن فعالیت خودشون رو به عنوان یک سال بعدی داشته باشن و نیاز به حضور ایشون هست به عنوان گزارشگر ویژه تا حداقل مواردی که برای احقاق وضعیت حقوق بشری در ایران هست ما بتونیم بهش نزدیکتر بشیم و از طرف جمهوری اسلامی خواسته بشه که ایشون بتونن حضور داشته بتونن مستقیما به ایران برن و وضعیت رو بررسی بکنن. ولی آیا هنوز در مورد گزارش ایشون هیچ واکنش خاصی چه از سوی جمهوری اسلامی در اون سالن ها و چه از نظر رأی گیری و یا پذیرش در مورد برگشتن یک سال دیگرشون به سوی به عنوان گزارشگر چیز خاصی داریم در این زمینه، پیشرفتی شده یا نه؟
به صورت مشخص هنوز پیشرفت خیلی مشخصی رو نمیتونیم بهش اشاره بکنیم، حداقل تا پایان این نشست خیلی واضح‌تر میتونه تمام این شرایط روشن بشه که تصمیم گیری ها چی هست و چه احتمالاتی رو میدیم. یک مقدار از دیدگاه من با توجه به کسی که در این نشست حضور داشت خوشبینانه تر دیده میشه و وضعیت حتی از طرف کسایی که این گزارش رو بررسی می‌کردن یک مقدار خوشبینانه تر هست و امیدواریم که این شرایط به وجود بیاد و با رفتن ایشون به ایران موافقت بکنن. من از شما سپاسگزارم، بهتون وقت بخیر میگم و به ویژه سال نو رو به شما و یارانتون و دوستانتون در ژنو شاد باش میگم و یک خسته نباشین بسیار بزرگ برای اینکه کسانی که کار حقوق بشری میکنن اونم به شکل داوطلبانه. من میدونم آقای دکتر نایب هاشم 3 هفته است که در ژنو هستن، بسیاری از دوستان همینطور و کم و زیاد در یک حرکت بزرگ سراسری و روزانه و این کار رو در این پی میگیرین. براتون بس آرزوی موفقیت میکنم، بار دیگر نوروز رو به شما شاد باش میگم به امید اینکه نوروزی داشته باشیم همراه با آزادی برای مردم ایران در آینده. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. من هم پیشاپیش نوروز رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که در اولین فرصت بتونیم تمامی زندانیان سیاسی به خونه ها برگردن، حداقل امکان این باشه که در نزدیکی شب عید میتونستن در کنار خانواده هاشون باشن. خیلی ممنونم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روزگارتون خوش. سپاسگزارم. بدون خب بینندگان گرامی، این موضوعی که خانم پرستو فاطمی فرمودن، من موقعی که داشتیم میرفتیم به روی خط این آگهی و یا نوروزی که در تلویزیون اندیشه پخش میشه، هنگامی که اون بانوان میرقصن یک شعر خونده میشه: مژده که یار میرسد، یار میرسد. به نظر میرسه گرچه زمانی که این شعر گفته شده دیدگاه اون کسی که به نوروز نگاه میکرده این بوده که با آمدن نوروز یار هم که از راه دور خواهد آمد وارد خانه میشه و وارد زندگی اونها میشه. با همراه با خانم پرستو فاطمی اشاره بکنم، امیدوار هستم که این بچه های زندانی، دوستان زندانی، این کوشندگان در نوروز بتوانن بازگردن و در کنار خانوادهشون باشن. حضور در کنار خانواده ارزشمندترین و مهمترین مسئله ایست که میتواند یک انسان در نخستین آرزوش برای این زندانیان سیاسی داشته باشه. اگه اجازه بدین یک نگاه کوتاه و تند به روزنامه‌های صبح ایران بیندازیم و پس از اون برنامه رو به پایان خواهیم برد. خب بینندگان گرامی، باز می‌گردیم. در روزنامه‌های تهران چیزی در مورد مسائل خاصی نبود جز اینکه همون مسائلی که در مورد کریمه که ما اشاره کردیم، خود به خود کیهان در مورد پیوستن کریمه به روسیه نوشته شده بود و مطلب تیتر بزرگش رو داشت، ولی در گوشه‌ای هم در یکی از روزنامه‌ها به مسئله توافق 5+1 با ایران و اظهار رضایتشون، چرا که می‌دونین که یک گفتگوی جانبی دیگر از کشورهای 5+1 با هم دیگر در داشتن و این قرار درست بر این بود که
پیش از آن که روزهای نوروز آغاز بشه به پایان بره و این مسئله پایان رفتن گفتگوها پیش از نوروز کوشش بود که خانم اشتون قولی بود که داده بودن که حتما شرکت کنندگان در گفتگوها برگردن و سر سفره هفت‌سینشون باشن. خوب است که خانم اشتون به این عمل میکنه که کسانی که در برنامه سیاسی و گفتگوها شرکت میکنن برگردن، ولی امیدوار هستیم که جمهوری اسلامی هم دست کم در این مسیر حرکت کنه که زندانیان سیاسی رو به خانه هاشون برگردونه تا در کنار خانواده هاشون باشن. گرچه آرزویی است که شدنی است، ولی از سوی جمهوری اسلامی عمل نکردنی است، چرا که جمهوری اسلامی در طول یک سالهای سالش ثابت کرده که در این راه ایستادگی داره و با سر آشتی با مردم ایران نداره. آقای روحانی هم که در این یک سال گذشته به سبزه نوروزی روبان بنفش بستن، روبان بنفش آقای روحانی هم بر سبزه نوروزی هیچ تأثیری نکرد و همونطور ماندگار شد. عیزه بدین که برای همه آرزوی بهروزی بکنم و به یک نکته اشاره بکنم، این که برنامه های تلویزیون اندیشه تغییر میکنه. من هنوز از ساعت تازه برنامه چالش آگاهی ندارم، میدونم که دیگه از ساعت 7 نخواهد بود و برنامه دیگری جایگزینش میشه، این رو آگاهی دارم ازش. به این ترتیب این آخرین برنامه چالش در ساعت 7 است. در هنگامی که با آقای دکتر تقی‌زاده گفتگو میکردم به یک نکته در مورد سفر آقای اوباما اشاره بکنم و او این استش که به دوستان، به معلمای ایران بگم که هرگز به شاگرداتون نگین علم بهتر از یا ثروت، چون بچه‌ها مجبور میشن بنویسن علم بهتر است که بنویسن ثروت. برای اینکه بنده اگه ثروت داشتم، در سال گذشته دو بار بنده جزو 40 خبرنگاری بودم که انتخاب شدم که همراه آقای اوباما به سفر برم. دلیل نرفتن سفر فقط یک چیز بیشتر نبود، ثروت نیاز اولیه خرید بسیاری از این بلیط‌های هواپیما و هتل هاست و من ناتوان‌تر از این بودم که بتوانم برم، ولی بخت و اقبال این رو داشتم که به عنوان یکی از 40 خبرنگاری که همراه آقای اوباما میتوانست از کشور هلند، بلژیک، ایتالیا و عربستان دیدار بکنه، یک سفر یک هفته‌ای که از روز 23 آغاز میشه، این بخت رو داشتم که همراهشون باشم، ولی جیبم این بخت رو نداشت. امیدوارم که در سال آینده بلیت لاتاریم برنده بشه و یه سفر رو برم. برنامه رو با سخن فریدون فرهندوز عزیز به پایان میبریم. نوروزانه او بسیار زیباست. به امید روزهای بهتر، به امید آزادی برای مردم ایران، روز و روزگار همه خوش. دوباره سبزه، دوباره بهار، دوباره این دل عاشق به یاد یار و دیار، دوباره بوی عقاقی، دوباره عطر گلاب، دوباره فکر پریشان اسیر خاطرات شباب، دوباره هفت سین، دوباره خواجه شیراز، دوباره لحظه تحویل سال، دوباره وقت راز و نیاز، دوباره ماهی قرمز به کنج تنگ بلور، دوباره پیامی از این غریب ساحل دور، دوباره امید، دوباره نوید که مرگ ظلمت و شب را به چشم خواهی دید، دوباره دوباره عید، دوباره سرود، دوباره دوباره سلام، دوباره درود.